فصل بهاره و این نوبرانه خوشمزه بهاریه. میدونم خیلیاتون عاشق باقالی هستین. امروز با آموزش یه باقالی ویژه با ادویه‌های خوشمزه در خدمتتون هستم. پس تا آخر با هم همراه باشیم تا آموزش یه باقالی خیلی خوشمزه رو با هم دیگه ببینیم. خوشحال میشم که پیج ما رو به دوستانتون هم معرفی کنین و آموزش‌ها رو تا آخر ببینین. لایک و کامنت فراموشتون نشه. خیلی از شما هنرمندا پخت باقالی رو بلدین. ولی خب من امروز اومدم بهتون آموزش بدم که میتونیم با یه سری ادویه ها یه باقالی خیلی خوشمزه داشته باشیم. باقالی هامو که از قبل شستم. اینجا نمک دارم، پول بیبر، آویشن، گلپر، پودر سماق قرمز و سرکه. که تمام اینا رو میتونید داخل باقالیتون بریزید و حتی میتونید بعضیاشون رو حذف کنید. باقالیاتون رو به هر صورتی که دوست دارید پله میکنید و از لایه اولش بیرون میارید. سعی کنید باقالیایی بخرید که درشت باشه و تقریبا رسیده. چون خیلی از باقالیایی که میخریم ممکنه که درشت نباشه یا فقط پوسته داشته باشه. حتی میتونید به کمک دستتونم این کار رو انجام بده به این صورت. بعد از اینکه باقالیامونو از پوست اول در آوردیم به این صورت آماده شد، باقالیا رو داخل یک کاسه میریزیم و تا روی باقالیامون آب میریزیم. میذاریم حدود 10 دقیقه باقالیامون داخل این آب بمونه و کاملا تمیز بشه. بعد از 10 دقیقه باقالیامون رو از داخل آب درشون میاریم. همینطور که میبینید باقالیامون کاملا تمیز شدن. باقالیای تمیز شده رو داخل یه قابلمه میریزیم. یه مقدار نمک و بعد با آب ولرم روی باقالیا رو کاملا با آب بپوشونیم. به این صورت که آماده کردیم میذاریمش روی گاز، اول با حرارت زیاد تا زمانی که به جوش بیاد. باقالیا رو میذاریم روی حرارت، با حرارت زیاد میذاریم تا به جوش بیاد. در ظرف رو میذاریم، زمانی که باقالی به جوش اومد حرارت رو کم کنید و بسته به اینکه باقالیتون چقدر سفت هست حدود 30 دقیقه تا 1 ساعت ممکنه بپزه. باقالیای من چون نوبر هستن و تازه هستن حدودا نیم ساعت تا 40 دقیقه میپزن. بعد از جوش اومدن حرارت رو کم میکنم و اجازه میدم حدود 40 دقیقه باقالیام بپزه. زمانی که باقالیتون جوش اومد حرارت رو متوسط کنید، خیلی کمش نکنید چون باقالیتون ناپز میشه. حرارت رو متوسط کنید و اجازه بدید با در بسته باقالیتون حدود 30 تا 40 دقیقه بپزه. البته اینو بگم که بستگی به باقالیتون هم داره. بعد از 30 دقیقه حتما باقالی رو چک کنید. خب اینم از باقالیمون که بعد از حدود 45 دقیقه کاملا داخل قابلمه پخته و همینطور که میبینید باقالیمون کامل پخته. حتما این باقالی رو با این ترکیباتی که بهتون گفتم درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. گلپر، آویشن، پول بیبر، اگه پول بیبر نداشتین میتونین حذفش کنین ولی اگه بریزین مزه عالی به باقالیتون میده. و سماق قرمز، سماق قرمز اگه نداشتین میتونین سماق معمولی بریزین و اگه دوست داشته باشین یه کوچولو سرکه. مزه این باقالی واقعا محشره. اینم از باقالی خوشمزه‌مون همراه با ادویه‌هایی که بهتون گفتم. این باقالی مزه بی‌نظیری داره. بهتون توصیه می‌کنم حتما با این رسیپی یه بار باقالی رو درست کنید. ممنونم که تا آخر با هم همراه بودین. لایک و کامنت فراموشتون نشه.